با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی خیلی ممنون که امروز ما را انتخاب کردین در پیدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن بگم که لطفا ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولکی کنار سابسکرایب رو هم بزنن در این ویدیو میخوایم باهاتون در مورد پیشگیری از سرطان با مصرف چند خوراکی سالم صحبت کنیم پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید آنچه میخورید بر جنبه های گوناگون سلامتی و زندگی شما تأثیر گذار است خطر ابتلا به بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی دیابت و سرطان با مصرف برخی مواد غذایی کاهش مییابد برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که مصرف زیادی برخی مواد غذایی میتواند با کاهش خطر ابتلا به سرطان ارتباط مستقیم داشته باشد. رژیم غذایی تاثیر چشمگیری در سلامت دارد. رژیم غذایی سالم با مواد غذایی ارزشمند خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها را کاهش می دهد. به ویژه میزان پیشرفت سرطان به شکل محسوس تحت تاثیر رژیم غذایی شماست. بسیاری از غذاها عناصر تشکیل دهنده مفیدی دارند که به کاهش پیشرفت سرطان کمک می یک بروکلی برای پیشگیری از سرطان هرگز مصرف این خوراک سالم را فراموش نکنید پژوهش ها روی نمونه های آزمایشگاهی جانوری نشان داده است که بروکلی حاوی ترکیبی به نام سولفارافان است این ترکیب باعث کشتن سلول های سرطانی ایجاد کننده توده ای سرطانی می شود و به کاهش حجم غذای سرطانی کمک می کند مصرف هر هرچه بیشتر این مواد ممکن است با کاهش اعتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ در ارتباط باشد دو هویج پژوهشان نشان داده است که مصرف زیاد هویج با کاهش خطر ابتلا به برخی از سرطانها در ارتباط است برای نمونه بررسی نتایج پنج پژوهش مختلف نشان داد که مصرف هویج میتواند خطر ابتلا به سرطان معده را تا 26 درصد کاهش دهد هویج را به عنوان یک اسمک لذیذ یا به عنوان دورچین چند بار در هفته وارد رژیم غذایی خود کنید تا میزان مصرف آن را افزایش دهید و با این کار باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان شوید البته فراموش نکنید که این پژوهش ها ارتباط میان مصرف هویج و کاهش خطر ابتلا به سرطان را نشان میدهد من نقش عوامل دیگر در ابتلا به سرطان را نباید نادیده گرفت. 3. حبوبات حبوبات سرشار از فیبر هستند که ممکن است تاثیر قابل توجهی در حفاظت از بدن در برابر سرطان روده بزرگ داشته باشند. پژوهش‌ها روی نمونه های جانوری و انسانی نشان داده است که مصرف بیشتر حبوبات احتمال ابتلا به سرطان کلون و روده بزرگ را کاهش می‌دهد. چهار، میوه‌های خانواده بری میوه های خانواده بری سرشار از آنتوسیانین هستند. این ماده ویژگی آنتی اکسیدانی دارد و با کاهش خطر ابتلا به سرطان در ارتباط است. در پژوهشی روی نمونه انسانی 25 نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ با اساره بیلبری به مدت 7 روز تحت ترمین قرار گرفتند. بنابر نتیجه این پژوهش این میوه رشد سلول های سرطانی را تا 7 درصد کاهش داد. 5 دارچین دارچین به خاطر خواص بینظیری که دارد مشهور است از جمله این خواص توانایی کاهش قند خون و بهبود التهاب است علاوه بر این برخ پژوهش روی نمونه های آزمایشگاهی و جانوری نشان دادند که مصرف دارچین میتواند مانع گسترش سلول های سرطانی شود. قرار دادن یک تا کنیم یک قاشق چای خوری معادل دو تا چهار گرم دارچین در رژیم غذایی روزانه خواص فراوانی برای پیشگیری از سرطان خواهد داشت. و جز پیشگیری از سرطان فواید دیگر نیز مانند کاهش قندخون و کاهش التحاب دارد. با وجود این نتایج برای پی بردن به نحوه تاثیر دارچین بر رشد سلول های سرطانی در بدن انسان هنوز به پژوهش های بیشتری نیاز بند هستیم. 6. پژوهشان نشان داده است که مصرف مغز به آجیل با کاهش احتمال ابتلا به برخی از سرطان ها در ارتباط است. روی نمونه فندوق برزیلی سرشار از سلنیوم است که به پیشگیری از سرطان ریه در افرادی که دوچار کمبود سلنیوم هستند کمک می کند. همچنین پژوهشی دیگر روی نمونه جانوری نشان داده است که تغذیه موش از گردو نرخ رشد سرطان و پستان را تا 80 درصد و تعداد تودایید سرطانی را تا 60 درصد کاهش می دهد. این نتایج نشان میدهد که افزودن مغزها به رژیم غذایی روزانه در پیشگیری از سرطان در آینده نقش موثری دارد هفت روغن زیتون روغن زیتون خواص زیادی برای سلامتی دارد و تعجبی ندارد که چرا یکی از اقلام غذایی ضروری در رژیم غذایی مدیترانه است پجوهش های گوناگونی نشان دادند که مصرف بیشتر روغن زیتون از بدن ده برابر سرطان محافظت می کند. بر بررسی جامع و وسیعی که روی 19 پژوهش مختلف صورت گرفته است افرادی که مقدار زیادی روغن زیتون مصرف می کنند نسبت به افرادی که مقدار کمی روغن زیتون مصرف می کنند کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه و سرطان های دستگاه گوارش قرار می گیرند کنار گذاشتن روغن های دیگر و جایگزین کردن آنها با روغن زیتون در رژیم غذایی روش ساده برای بهره بردن از مزایای بیشمار روغن زیتون برای سلامتی است این روغن را رو می توانید روی سالاد بریزید یا همراه با سبزیجات بپزید یا برای تمدار کردن گوشت و مرغ و ماهی از آن استفاده کنید. 8. زردچوبه زردچوبه یکی از ادویه است که خواص بیشماری برای سلامتی بدن دارد. زردچوبه حاوی کورکومین است، یک ترکیب فعال شیمیایی که خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دارد. در پژوهشی روی های آزمایشگاهی نشان داده شده است که کورکومین سلول های سرطان ناحیه سر و گردن را از بین می برد. همچنین کورکومین در کاهش رشد سلول های سرطانی در ریه، پستان و پروستاد موثر است. این نتیجه به دنبال متایر روی نمونه های آزمایشگاهی به دست آمده است. برای اینکه بهترین نتیجه را از مصرف زرچوبه بگیرید، روزانه حداقل یک کنیم تا سه قاشق چایخوری معادل یک تا سه گرم زرچوبه مصرف کنید. از چوبه به عنوان ادویه اصلی برای تم دادن به غذاها بهره ببرید و برای اینکه جذب آن را تحصیل کنید آن را همراه با فلفل سیاه مصرف کنید 9. مرکبات بنابر نتایج برخی پژوهشها مصرف مرکبات از جمله گریپ فرود لیمو ترش لیمو شیرین و پرتقال رابطه مستقیم با کاهش خطر ابتلا به سرطان دارد پژوهشی گسترده روی شماری شرکت کننده انجام شد که مقدار زیادی مرکبات مصرف میکردند نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف بیشتر مرکبات موجب کاهش خطر ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش و دستگاه تنفس می شود. این پژوهش ها نشان می داد که افزودن چند واید مرکبات در رژیم غذایی هفتگی خطر ابتلا به برخی سرطانها را کاهش می دهد. ده، تخم کتان یکی از خوراکی های مفیدی که نقش موثری در پیشگیری از سرطان می تواند داشته باشد تخم کتان است. تخم کتان سرشار از فیبر و چربی های مفید برای سلامت قلب است و می تواند یک افزودنی سالم برای رژیم غذایی شما باشد. برخی پژوهش ها حاکی از آن است که تخم کتان رشد سرطان را کاهش و سلول های سرطانی را از بین می در پژوهشی 161 مرد مبتلا به سرطان پرستاد با تخم کتان مورد درمان قرار گرفتند. نتیجه ای این پژوهش نمانگر کاهش در رشد و انتشار سلول های سرطانی بود. تخم کتان مقدار زیادی فیبر دارد و پژوهشان گوناگون نشان داده است که فیبر از بدن در برابر ابتلا به سرطان روده حفاظت می کند. سعی کنید که هر روز یک قاشق غذاخوری یا ده گرم تخم کتان آسیاب شده را به رژیم غذایی خود اضافه کنید آن را می توانید به اسموتی ماست غلات صبحانه بیافزایید و به پیشگیری از سرطان کمک کنید یازده گوجه فرنگی لیکوپن ماده ای است که در گوجه فرنگی وجود دارد این ماده عامل اصلی رنگ قرمز در گوجه است و خواص ضد سرطانی دارد پژوهش گوناگونی حاکی از آن است که افزایش مصرف لیکوپن به کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستاد می انجامد. برای اینکه مصرف گوجه را در رژیم غذایی خود افزایش دهید تلاش کنید که روزی دو تا سه واحد گوجه را به غذاهایی مانند ساندویچ سالاد سس و پاستا بیافزایید سیر ماده فعال موجود در سیر آلیسین نام دارد این ماده در چندین پژوهش آزمایشگاهی تاثیر خود را در از بین بردن سلول های سرطانی نشان داده است همچنین بنابر پژوهش‌های های متعدد مصرف سیر به کاهش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان کمک می کند افرادی که مقدار زیادی سیر، میوه‌جات، سبزیجات زرد رنگ، سبزیجات سبز تیره و پیاز مصرف می کنند کمتر در معرض ابتلا به توده سرطانی در ناحیه روده بزرگ قرار دارند افزودن روزانه دو تا پنج گرم یا حدودا یک هبه سی در رژیم غذایی به شما کمک می کند تا از خواص بینظیر آن برای سلامتی نهایت بهره را ببرید 13. ماهی های چرب ماهی های چرب مانند سالمون ماهی خالخالی و ماهی های خانواده آنچوی مواد مغذی مهم دیگری مانند ویتامین D اسیدهای چرب اومگا 3 دارند که همه آنها با کاهش خطر ابتلا به سرطان در ارتباط هستند داشتن مقدار مناسب و مورد نیاز ویتامین دی در بدن به پیشگیری از سرطان کمک می کند و خطر ابتلا به آن را کاهش می دهد. همچنین اسیدهای چرب اومگا 3 رشد این بیماری را متوقف می کنند. هفته ای دو بار ماهی مصرف کنید تا مقدار قابل توجهی اسید چرب اومگا 3 و ویتامین دی دریافت کنید و از خواص بالقوه این مواد ارزشمند بهره مند شوید. البته درک این که مصرف ماهی های چرب چطور به طور مستقیم با کاهش خطر ابتدا به سرطان در انسان کمک می کند هنوز نیازمند بررسی ها و پژوهش های هستیم. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت خدا نگهدار.